خیلی خوب، حال مریضمون چطوره؟ اینو شما باید بگین استاد. آه، دوست داشتم تو هم مثل من فکر کنی، ولی حداقل اینو میتونم بگم که بی جهت نگران بودی. منظورتون چیه؟ جواب آزمایش اومده استاد، به این زودی؟ هنوز جوابو نگرفتم، ولی به آزمایشگاه گفتم که خیلی زود جوابشو آماده کنن. تا خوب نشی بیخیالت نمیشم، فقط کافیه با من همکاری کنی. استاد چی دارین میگین؟ من به خاطر پسرم هر کاری لازم باشه میکنم. همین که قبول کردی درمان بشی قدم بزرگیه. این کار تو میتونه امید بزرگی برای مریضای دیگه‌ام باشه. صبور باش عزیزم. خواهش میکنم باشه؟ من دلم خیلی برای لندن تنگ میشه. اونجا مدارس هر دو ماه یه بار یه تعطیلی داشت. شاید به مرور زمان به اینجام عادت کنی. چرا اومدین اینجا؟ مادرت چی میگه؟ چیزی نمیگه، گفت حتما باید بیاین. سب کن، عجله نکن. عزیزم، چطوری؟ با قهوه چطوری؟ ممنون. تو چطوری میتونی اینقدر فعال باشی آخه؟ من در مقابل تو راستش رو بخوای هیچی نیستم. باور کن، به منم یاد بده باشه. آخ، کیفم رو جا گذاشتم. سلام فاروق، ببخشید من فکر کردم سرعی میارته شما به زحمت افتادید. میشه بگین دنبال چی هستی؟ بله؟ بگم برای چی برگشته؟ چرا جلو چشم منه و سعی میکنین بچه رو به من نشون بده؟ ای بابای، کی با تو کار داره جونم؟ دیروز همه چی اتفاقی پیش اومد. وقتی سرعی و امیر اصرار کردن منم مخالفت نکردم. به نظرت بهتر نیست اینا رو از بگم بپرسی؟ به دوستت بگو گوشیش رو روشن کنه تا بپرسن. اینم به دوستت بگو که هم خودش و هم بچهش از خانواده من فاصله بگیرن. نمیخوام اون بچه بره آموزشگاه سرعی. دوست ندارم بچه عادت کنه بدن اذیت بشه. من نمیدونم چی تو سرشه و چه نقشه‌ای داره، ولی بگو نکنه. از زن من فاصله بگیرن. حالا من به بگم چی بگم؟ سر و کله دیوید از کجا پیدا؟ عزیزم برای پایان نامش اومده، دو ماه میمونه بعدش میره. تو لندن که بودم خیلی کمکم کرد. یادته که گفته بودم خیلی بچه خوبیه فاروق. آها، یعنی تو دو ماه اونو میشناسی؟ آفرین به تو. من اصلا ازش خوشم نمیاد، حالا دوستت یا هر کسی که هست اصلا برام مهم نیست. مگه میشه بعد از دو ماه اینقدر صمیمی بشه؟ اینجوری حرف نزن زشته، زبونمون رو میفهمه. چرا اینقدر بزرگش میکنی؟ یه فرصت بهش بده. اونجوری که فکر میکنی اسما خانم اول صبح کجا رفت؟ نه اینکه هر روز آمار کاراشو به من میده. در مورد اون بچه حرفی نزد آبجی؟ حتما رفته پیش اون زن آبجی. ببین کی گفتم یکم هم اون دستت کار کنه. خانوما میتونم یکم آب بردارم؟ الان بهتون میدم. سلام. او خاله جون، ماشاءالله. صبح بخیر. خوب خوابیدی؟ صبح بخیر عزیزم. صبح بخیر. وای خاله جون مردم، باورت میشه؟ بچه 10 ساله آویزونم شده بود. خیلی خسته شدم. نمیتونم با بچه خودم باید چی کار کنم با این همه درد سر. آی. وای، ولی خاله خیلی با مزه بود مگه نه؟ آره. عروس خانم فکر کنم فقط به شما اونطوری نگاه میکرد. اون بچه بدجوری عاشقتون شده والا. آره والا.
خب مرد دیگه، تو بچگی هر جوری باشه بزرگم بشه همون جوریم. چه بهتر، منم دوست داشتم بچم پسر بشه، الان مطمئن‌تر شده. عروس خانم میخواین بدونین جنسیتش چیه؟ هنوز خیلی مونده. شما انگشترتونو بدین به من. چی؟ آره من همینو میدونم. من یه تار موام میخوام. مو؟ جالبه باشه، سب کن. حالا بریم اون بر. بفرمایین بشین. بیا بشین. خانوما بیاین رأی بدین، زود باشی. یالا پسره. خدا کنه قسمت بشه از منم این آزمایشو بگیری. حالا اگه این صاف بچرخه یعنی پسره، اگه دایره بچرخه دختره. صافه. سب کنین. پسره. آره پسره. صاف میچرخه. صاف میبینی؟ گفتم صافه. بچه تو پسره. آره. چی گفتی؟ نکنه تو هم به این خرافات اعتقاد داری؟ با مزه است، چه اشکالی داره؟ ممنون آسیه. کاملا مشخصه، ولی اتاق من هنوز تمیز نشده. ایپک جون، فکر نکنم خندیدن ضرری داشته باشه. اگه دوست داری تو هم بیا بشین یکم بخندیم عزیزم. میدونم ضرر نداری، اما با این همه کارا وقتی خدمتکارا رو سرگرم کنی نظم خونه به هم میخوره. من به خاطر خودت میگم، دوست ندارم با اسما خونه بحثتون بشه. هرچند خوش بگذره بهتون. گلستان، چای گیاهی مو بیار خونه با. گلستان، چای گیاهی منو بیار خونه باق. البته کار خوبی میکنه، انقدر نمیخنده، دیرتر از ما صورتش چروک میشه. به نظر من کارش خیلی منطقیه. همیشه به خوشی و شادی گلستان خانوم. یه کار به این سپردم، هنوزم منتظرم. منتظرم آشپزخونه یکم خلوت بشه، یکم بعد میرم پیداشون میکنم. یکم بعد؟ برو همین الان بگم با عروس خانومم خیلی صمیمی نشو. من به خاطر خودت میگم، اینجا موندگار نیست، بعد اذیت و دلتنگ میشی. برو دنبال کنه. ببخشید، مربوط به کار بود، باید جوابشو میدادم. ایرادی نداره، بیخیال. چی میگفتم؟ ها، پس این کارا به همین سادگی آره؟ آره، البته فقط باید راه حلشو پیدا کنی. چی شده؟ خیلی کنجکاوی، تو که گفتی نمیای تو این کار، چجوری شد ها؟ نه همینطوری پرسیدم، فقط میخواستم بدونم کارش چیه. فکر کنم بد نباشه منم یه نظری بدم. تو خودت صاحب نظری پسر. همین اولش پول یه خونه رو در آوردی مگه نه؟ تازه تو فقط یه خریداری، باید کارتو بکنی و پولاتو بشماری. اوف اوف. چی شد؟ داداشت هم چیز رو فهمید؟ داداش قهرمانتی چی نفهمیده؟ میدونی چرا؟ چون دسته من تو کاره. البته نباید همه اینا رو بهت بگم، ولی من تو رو مثل یه برادر میدونم. منم همینطور. و اینکه برای بزرگ شدن یه دوست قوی میخوای. دمت گرم. گوش کن چی میگم. اگه بخوای یه بار دیگه بریم که از نزدیک ببینی که کارا چطوری پیش میره. البته به کسی حرفی نزنی. اگه دوستت نداشتم پسر بابا من بود، این کارو نمی کردم. صبح بخیر آقا فاروق، گزارش کاری رو گذاشتم روی میز. لیست حساب داری؟ بله همونجاست. داداش چی شده؟ چرا اینقدر عصبی هستی؟ ببین جمال، بهت گفتم پرونده رو مرتب کن بعد بفرست، چرا اینجوری فرستادی؟ حواست رو جمع کن. چشم آقا فاروق. داداش بی خیال،
بی خیال آروم باش، چه خبرته؟ مهم اینه که داریم قراردادو میبندیم. حمل و نقل هوایی رو هم داریم شروع میکنیم. خواهش میکنم تو باید الان خوشحال باشی. از آژانس تبلیغاتی چه خبر؟ پیگیر شدی؟ حواسم هست. بعد جلسه قراره اونا رو هم ببینم. تو اصلا نگران نباش داداش. این آژانس تبلیغاتی کارش فوق العاده است. کارش 20ه. الو. هی. داداش کجایی؟ بیا پیش ما. داداش تو رو خدا از این شوخی‌ها نکن. امروز تمام و کمال لازمت دارم. به خودت بیا، یکم آروم شو. اصلا خوب نیستم آکف. داداش اذیت نکن. امروز میخوایم قرارداد بزرگترین پروژه رو ببندیم. این چه وضعیتی آخه؟ اون همه برای این کار زحمت کشیدیم. تو رو خدا خودت آروم کن. خواهش میکنم. راست میگی؟ دروغم چیه؟ اصلا چرا باید اعصابم خرد باشه؟ به خدا آروم شدم. تو رو خدا؟ میخوای من پارازیت ویل ندم. انگار خودت میتونی مشکل رو حل کنی ها؟ اگه برای من باشه چی؟ چی؟ نه آکف، همه ابهاماتو برطرف کردم. دیگه هیچ چیز ذهنمو درگیر نکرده، متوجهی؟ اوف، خیالم راحت شد. یه نفسی بکشم. فکر کنم فهمیدم. احتمالاً این داستان یکم به اون بیگو مربوطه. واسه یه همین اینطوری شدی. داداش کم و زیادش اصلا برام مهم نیست. من اون همه سال عذاب کشیدم که این دختره چرا منو ول کرد و رفت. غافل از اینکه همه چی روشن بوده، ولی الان دیگه تمام شد. فهمیدم. آخش. خب، بس خدا رو شکر. واقعا خوشحالم به موقع همه چی تموم شد. این انرژی تو حفظ کن، تو همین مود باش، لازمه دارم. فکر کنم اومد. بله. بفرست بیاد. باشه. خوبی پس. پاشو بیا، پاشو. الان بمب انرژی دیگه. چرا نمیشه ابراهیم؟ برای آزمایش دی ان ای امضای یکی از دو طرف حتما لازمه. همینجوری که بدون تشخیص نمیتونیم انجام بدیم. اسما جون. نگو ابراهیم. من گفتم از پسش برمیای. بهشون قول دادم. اگه قرار بود هویتشون معلوم بشه که خودشون انجام میدادن. شایدم اون کسی که شک کرده نمیخواد تو این سوی تفاهم بزرگ شکست بخوره. ابراهیم خواهش میکنم رو زمین ننداز. اگه تو بخوای حتما یه راهی پیدا میشه. مگه من تا حالا شده رو حرف تو حرف بزنم اسما جون؟ اما اگر نداره به خدا ناراحت میشم. زود باش دیگه. خب بس دیگه، انجامش بده. خداحافظ، من دیگه میرم. باشه. به امید دیدار، به زودی میبینمت. تحقیق کن ببین بیگم توی بیمارستان کار میکنه یا نه. من از کسی نپرسیدم. ببین اگه اینجا نیست کدوم بیمارستانه. باشه. در مورد بیگم هر چیزی که میتونی برام پیدا. چشم حتما خانم. کجا میرین؟ بازار. چشم خانم. ایپک خانم، تونستم اینا رو پیدا کنم. باشه، بذارشون اینجا. اینم ببر یه قهوه بیار. ببینم چی پیدا میکنه. بالاخره پیدات میکنم بیگم خانم. فردا میبینمت عزیزم، قربونت برم. الهی، درساتو تمرین کن. باشه، آفرین. ثریا جون اومد. به به، تازه یه تازه، گرم و خوشمزه است، همونی که بعضیا دوست داره. اصلا دلم نمیخواد. تو چته دختر؟ چیزی نیست عزیزم، نوش جونت. وا، اگه تو دست رد به این میزنی باید برام تعریف کنی. خب بگو، میشنوم. چیه؟ بهت که گفته بودم. حرفای احمقانه نزن. زود باش بگو دیگه. نمیدونم چطوری بگم ثریا. اینقدر رابطمون خاص بود که فکر میکردم اون بهترین آدم روی زمینه. البته امیدوار بودم. بعدش هیچی. نه خبری، نه زنگی، هیچی. یعنی حتی نمیتونست یه پیامم بهم بده.
دلارا تو واقعا عاشق اون مرد شدی؟ سریا میشه به هم بگی؟ برای شما عشقتون چطوری پیش اومد؟ یعنی یهو فهمیدی که ناخواسته عاشقش شدی؟ از کجا فهمیدی شاهزادت تو رو از روی اسب سفید نمیندازه؟ چطوری ازت حمایت میکنه؟ سریا کی تونستی بهش اعتماد کنی؟ چطوری همه این اتفاق افتاد؟ من دیوونه رو باش، خدا عشقتون رو بیشتر کنه. حتما من یه چیزیم هست سریا. چرا برای همه شاهزاده بس بسیفید و برای من شوالیه سیاه؟ کجای کارم اشتباه بوده؟ اول آروم شو باشه، بعد با هم حرف میزنیم. مطمئن باش حلش میکنیم. سلام. عزیزم. عزیزم بیا اینجا. بیا. اینم درمانت. میخواییم بریم واسه مامان امیر هدیه بخریم برای یه روز مادر. پاشو بریم، تو هم باید بیای. زود باش. من کلاس دارم عزیزم، درست نیست با این حالم بیا. راست میگی؟ نگران نباش، درست میشه. شما برین خوش بگذره. الکی قصه نخوری یا؟ نگران من نباش. اونو رم بخور. خب ببینم چی میخوای بگیری؟ نمیدونم، هدیه خریدن برای خانم‌ها سخته. از دست تو. بگو ببینم مامانت بیشتر از چی خوشش میاد، یا مثلا چی براش میتونه جذاب باشه؟ نمیدونم. عشقم؟ اوه، صدای تو رو که میشنوم آروم میشم. از اتفاقی بدی افتاده؟ روز سختی داشتی؟ تا الان آره، اما اتفاقی خوبی قراره بیفته. برای تعریف میکنم، دارم میام دنبالت. عزیزم، من و امیر تازه از آموزشگاه اومدیم بیرون، داریم میریم برای مادرش هدیه بگیریم. اگه میخوای تو هم بیا بازار. سریای من، مگه تو پرستار این بچه‌ای؟ سردر نمیارم. امیر ازم خواهش کرد، منم میخوام کمکش کنم، چه اشکالی داره؟ دوست ندارم خسته بشی، برای همین میگم. باشه، وقتی اومدم باهات تماس بگیرم. ببین کاراتو زود تمام کن، امشب نمیخوام تو رو با کسی قسمت کنم، میفهمی؟ آها، فهمیدم، مشکل تو یه چیز دیگه. آرش. باشه عزیزم، میبوسمت فعلا. بریم امیر جون. بگم نتایج خیلی عالیه، فکر نمی کردم اینقدر خوب باشن، واقعا حق با نعمت بود. تا وقتی همه چی تموم نشه خیالم راحت نمیشه پلین. باید آمادگی هر اتفاقی رو داشته باشم. عزیزم نگران نباش، تا آخرش مبارزه میکنم. خب امیر چطوره؟ چیکار کردین دیشب؟ خوب بود؟ هیچی، کار خاصی نکردیم. الان میخوام برم آموزشگاه دنبالش. تو میخوای یه چیزی بهم بگی؟ نکنه کار بدی کرده؟ نه بگو، اون بیچاره کاری نکرده. ای بابا، تو هم دنبال بهونه ای؟ یه خورده استراحت کن. مطمئنم یه چیزی هست که بهم نمیگی. خودم فهمیدم، بگو دیگه، ذهنم درگیر شد، اینجوری که بدتره. خواهش میکنم. میخواستم کار خیر بکنم، بدتر گند زدم. چی شده؟ سریا امیر رو دعوت کرد برای مهمونی. خونهشون؟ رفت خونهشون؟ چی بگم بگم، وقتی دیدم امیرم دوست داره، گفتم اینجوری میتونه یه چند ساعتی رو با فاروق بگذرونه. تو هم همینو میخواستی دیگه. منم رفتم اتاق عمل، به سریا زنگ زدم، اونم گفت بذار همینجا بمونه. شبم اونجا موند؟ آی خوب. فاروق با تو حرف زد؟ متوجه شد که بچه منه؟ من فقط با سریا حرف زدم. خب کاش میذاشتش پیش کریمان خانوم.
خیلی خوشگل شدی. خیلی باحال شدی. خیلی دیوونه. دارین بازی میکنین؟ عزیزم خوش اومدی. ببخشید خانم، میشه خواهش کنم اونم بازش کنی؟ چشم خانم. چرا؟ خب تو بهتر از من بیگمو میشناسی. نه نه لازم نیست بازش کنین. عزیزم من 100 سال اونو ندیدم. حتما امیرم نظرشو داد؟ آره امیرم نظر داد. چرا اینجوری کرد؟ پاتو له کرد. آیا از دستش عصبانی شدی فاروق؟ نه بابا چرا عصبانی بشم، ولی یه جوری. راستی حالا که اومدیم بیا برای مامانت هم هدیه بگیری. خودمونو حلش کرد. آآ چطوری؟ آقا موسی هر سال یه هدیه خوب آماده میکنه و ما از طرف خودمون میدیمش. وای این چه کاری عزیزم، هر سال هدیه تکراری. البته از 4 تا پسر بیشتر از اینم نمیشه انتظار داشت. نه ببخشید ایرادش چیه؟ این جوری حسی نداره. پس پیشنهادت چیه؟ چه میدونم، ولی به نظرم هدیه زحمت میخواد. فکرشو بکنی یه نفر چند ساعت برات وقت بذاره برای اینکه بخواد تو رو خوشحال کنه، این ارزشش بیشتره. پس یادم باشه. خیلی ممنون. به بچه‌مون یاد بده هدیه بخره. دوست ندارم هر سال با یه گردنبند قافل شه. جبرویی داره. بفرمایید. خیلی ممنون، لطف کردین. بگیر ببینم خوشتی. امیدوارم مامانت خوشش بیاد. خیلی ممنون. خدا نگهدار. وای عینکا ببخشید. بهت میومد. اجازه بدین دوباره بگردم. دوباره بگرد. پیدام نکردیم نیو. باشه باشه فهمیدم نیتت خیر بوده. اما اینجوری اصلا دلم راضی نیست. دوست داشتم تو آموزشگاه فاروقو ببینه. کم کم آشنا بشن، با هم دوست بشن. اینجوری خیلی بهتر بود. خب حالا اینجوری اسم خانمم حتما میبینتش. معذرت میخوام. اگه سریا گفته باشه بچه منه چی؟ این دفعه فاروق دیگه حرفامو باور نمی کنه. بگم به خدا فکر نمی کردم اینطوری بشه. من می خواستم همه چی درست بشه. بعدش هم گفتم همه چی یه هویی پیش اومد عزیزم. حالا با هم خوب بودن؟ اینا رو دیگه خودش تعریف میکنه. من برم دنبالش تا دیر نشده. فاروق فکرمون پیش امیر، بچه رو همین جوری ول کردیم. عزیزم گذاشتیمش پیش دلارا، وسط خیابون که ولش نکردیم. چرا باید منتظر پلین میموندی؟ نمیدونم یه جوری نگاه میکنه دل آدم میسوزه. ببین خوشگلم، بهت هشدار میدم فقط 8 ماه وقت داری، بعدش دیگه باید حسرت این روزا رو بخوری. بهت گفته باشم به جای اینکه قصه بچه مردم رو بخوری، به نظرم بهتر از این 8 ماه خیلی خوب استفاده کنی. آره فاروق راست میگی. وای خدایا مثل سیب خورد تو سرم. سب کن. آره فهمیدم دارم عوض میشم، زندگیم داره عوض میشه. من دیگه دارم مادر میشم. دیگه نمیتونم راحت بخوابم. دیگه نمیتونم راحت بچرخم. هر جایی نمیتونم برم. وای خدایا بدبخت شدم. اصلا باورم نمیشه. آی خدایا سب کن ببینم فهمیدم چی کار کنم. خیلی خوب باشه فاروق، پس این 8 ماه رو فقط نه 7 ماه فکر کنم 7 ماه، چون ماه آخر بعید میدونم بتونم تکون بخورم. باید یه گوشه دراز بکشم. باید خوش بگذرونم فاروق، این 8 ماه رو باید لذت ببرم. آره منظور منم دقیقا همین بود عزیزم. ای خدا نابود شدم.
وای خدایا هوا چقدر گرمه. خسته نباشی. خیلی ممنون مراد. کسی خونه نبود، دیدم هوا خوبه. گفتم بیام اینجا درس بخونم. تو زحمت نکش، خودم برمیدارم. فقط میخواستم احوال پرسی کنم. تو به کارت برس و راحت باش. کمک لازم نداری؟ نه. سریا خانم کمکم میکنه. وقتی تموم بشه میدم اون برام چک کنه. معلومه خیلی جدی هستی ها. حسابی درس میخونی. میخوای دبیرستان رو تموم کنی؟ فعلا میخوام درسایی که مونده رو امتحان بدم، همین. بعدش چی؟ میخوام برای دانشگاه بخونم. آفرین، کار خوبی میکنی. حالا میخوای چی کاره بشی؟ آزاد. آبجی من دارم میرم. باش عزیزم، برو. شب بخیر. خدافظ. شب بخیر. شب بخیر. کجا میری تو؟ ایستگاه اتوبوس. باش، پس بیا من برسونم. دست درد نکنه. بله. تقصیر خودم بود، میدونم. من تو رو خواستم، من تو رو انتخاب کردم، مشکل از خودم بود. ولی من دستمال نیستم که بتونی به راحتی منو بندازیم دور. آدم نکنه فکر کردی من از اون دخترای آویزونم. آره دلارا، من اصلا کن، هیچی نگو، فقط گوش کن من چی میگم. حتما فکر میکنی من آدم خوشگذرونیم. دل من، احساس من، کاروان سرا نیست احمق. من خیلی خوب میدونم از دست دادن یعنی چی. مادر ندارم، پدرم هم خیلی زود از دنیا پرکشید رفت. خوب میدونم از دست دادن کسی که میتونه دستتو بگیره و ازت حمایت کنه ولی یهو برای همیشه تنهاد میذاره چقدر سخته. فکر میکردم تو هم اینا رو میفهمی. فکر کردم تو هم ترس از دست دادن رو میفهمی. فکر میکردم تو هم وقتی بچه بودی دستش رها شده. فکر کردم تو هم مثل من میفهمی ارزش یه لحظه خندیدن از ته دل یعنی چی. بهت گفتم احمق، ولی انگار احمق خودم هم. تو هیچی نیستی، تو یه آدمی بیخیالی که هیچ احساسی تو دلش نیست. ببخشید، فکر کنم سوء تفاهمی پیش اومده. دست بردار. چی شده؟ اتفاق بدی افتاده؟ بریم. بیا تو. بفرمایی.
اینو کجا بفرستم؟ این برای توه. نخواستم فکر کنی تو روز مادر فراموشت کردم. چرا زحمت کشیدی؟ این حق توه. و اینو یه بار میگم برای همیشه، چون دوست ندارم همش تکرارش کنم. نورگل جون، مادر دوم بچه هام تویی، چون بیشتر از من برای اونا زحمت کشیدی نورگل. برای همین به خاطر مراد اون همه از تو دلگیر شدم. خیلی ممنونم، حرفاتون بیشتر از هدیه ارزش داره. بازش کن. امیدوارم به شادی تنت کنی. خیلی ممنونم. من اصلا نمیدونم با این همه کار چطوری میخوای درس بخونی؟ هر وقت که بیکار باشم، حتی اگه لازم باشه شبا هم بیدار میمونم. سرعیه خانم میخواد برام MP4 و هدفون بگیره آبجی. درسامو میریزم تو اون. حتی میخواد برام کمک درسی انگلیسی هم بگیره. آی، به منم انگلیسی یاد میدی آبجی؟ اگه اسما خانم دوام کرد انگلیسی بهش فوش بدم. آبجی جون، این عروس خانم واقعا زن فهمیده ایه. دلش خیلی پاکه، خدا به دلش نگاه کنه. آمین. آمین. از قدیم گفتن که طلاک پاکه چه منتش به خاکه. این دیگه چی آبجی؟ اسما خانوم خریده. هدیه یه روز مادره. تو بازار دیده بودم. نمیدونم از کجا فهمیده. پس معلومه از نگاهت میفهمه. آه، از خدمتکار و عروس نمیگیره، ولی هدیه روز مادر رو میده؟ من برم از انباری برنج بیارم. به خدا منظور من باده نبود. خودش چند باری به هم گفته بود دیگه. خیلی خوب، حتما میخواسته بگه من گفتم تو نگو، من اشتباه کردم تو نکن، تو رو خدا برگرد منو ببخش. آسیه، دختر تو هم داری مثل این میشی. آره. از دست شماها. آقا فاروق خوش اومدین. بفرمایید، میزتون آماده است. مگه نگفتی امروز کلی کار داری؟ کی این همه برنامه ریزی کردی؟ ای بابا، جشن بدون تو که لذتی نداره. لابد گفتی زنمو پرواز بدم، که البته زن شما همینجوری هم تو پرواز باهاش به زمین نمیخوره. نبایدم بخوره. میگم عزیزم، همه چی خیلی خوبه. این ظرفا، چه میدونم، شومینه، فضا، همه چی خیلی عالیه. البته نمیخوام بیشور بازی در بیارم، ولی درسته گفتم میخوام 8 ماه لذت ببرم، اما دلم میخواست یه خورده هیجانش بیشتر باشه. چه بدونم، یه چیزی که غافلگیرم کنه. خب غذا رو هم وقتی که بچم باشه میتونیم بخوریم دیگه. مثلا این چطوره؟ شوخیت گرفته فارو؟ خب میدونی، گفتم شاید اگه آخر هفته یه کنسرت خوب بریم، یکم از این حال هوای زندگی یک نواخت بیم بیرون. آی، عشقم باورم نمیشه، قربونت برم. خب باشه 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 باشه. وای خیلی دوست دارم. دیوونه، منم دوست دارم. بس دیگه، میریم اوپرا؟ تو با من؟ آره آره، مادرم هم میبری. میریم اوپرا، اونم دوتایی. کسی خونه نیست؟
او خوش اومدی. سلام. مامانم اومد. اوه دلم برات یه ذره شده بود عشق من. قربونت برم عزیزم. کریمان خانم واقعا ازتون ممنونم. هر وقت خواستین میتونین برین. ممکنه اتوبوس بره. باشه عزیزم، خیلی ممنون. خداحافظ. چطوری عزیزم؟ خوش اومدی. وقتی من نبودم چیکار کردن؟ کار خاصی نکردن. البته از کارات بیخبر نیستم. وقتی من نبودم رفتی خونه سریا خانم آقا کوچولو. آره، برای من چی خریدی؟ به نظرت چی خریدم؟ بفرمایید. مامان تو خیلی خوبی. خوشت اومد؟ خیلی. پس حسابی باش بازی کن. خب تعریف کن ببینم مهمونی چطور بود؟ خانواده معلمه چطوری بودن؟ هیچی، یه داداش مراد بود که اونم مثل سریه خانوم باحال بود. خب شوهرش چطور؟ خیلی نچسب بود. آه این چه حرفیه عزیزم؟ چرا ازش خوشت نیومد؟ اصلا اون رفتاراش مشخص نبود. یه بار مهربون بود، بعد یهو بد اخلاق میشد. یه آدم مزخرف بود، من که خوشم نیومد. پاشو بریم اون طرف حرف بزنیم. برای چی اینجا نشستیم؟ آره خدا رو شکر اومدم پیش پسر موفرفری. قربونت بشم. قربونت برم من. آروم باش، چرا انقدر استرس داری؟ نمیدونم، میترسم پلیس یهو بیاد. خب بیاد یه چای مهمونشون میکنی. چیه، تا وقتی دوستات نباشن که نمیتونی از این کارا بکنی؟ نگران نباشد، تو اگه لومونم بدن من خبردار میشم. همینه؟ همین قدره؟ آره همین قدره. البته ناوگان من یکم کوچیکه، اگه من بخوام کار بزرگ بکنم شرکت مالیات حسابمو چک میکنه. فعلا آروم آروم، یه جوری که تو چشم نباشم دارم میرم جلو. اگه اتوبوسام زیاد باشه تصورشو بکن چه کارا که نمیتونم بکنم. واسه همین میگم بیا با هم شریک شیم، اینجوری با هم میریم جلو، اگر نه فعلا اموراتم میگذره. ای اونجا چه خبره؟ ممنون، شوخی قشنگی بود. ساکت باش، آروم باش، سر صدا نکن، الان همه رو بیدار میکنی. امیدوارم شادی هاتون پایدار باشه. آفرین، همه رو خبردار کنیم، دیگه داریم به این چیزا عادت میکنیم. شب بخیر. فکرت امشب نیومده. مرادم که میدونی همیشه میره بیرون، همین جوری پیش بره عثمانم دیگه نمیتونیم ببینیم. نه دیگه غذا رو میتونیم با هم بخوریم، نه دیگه هم دیگر رو میتونیم ببینیم. همش میگن زورت به داداشمون نمیرسه، به ما گیر میدی. فکرت کجا رفته؟ کار داشت. چه کاری؟ نمیدونم. این روزا تنها حرفی که میشنوم همینه، کار دارم. پسرم با رفتارات تا کی میخوای منو تو این خونه تحقیر کنی؟ مامان اگه میخوای از امیر حرف بزنی، امیر بچه من نیست. با بیگم حرف زدی؟
چطور ممکنه؟ اون بچه دقیقا تو اون سن. مطمئنم مامان، مطمئنم. من در این مورد به تو دروغ نمیگم. تو این خونم هیچ کس نمیتونه تو رو تحقیر کنه. تا امروزم کسی این کارو نکرده. ببخشید اگه امروز سرت داد زدم اسما سلطان. مامان جون شما هم نباید اجازه بدین کسی دلتونو بشکنه. باشه، شب بخیر مامان. وقتی این بچه 10 سالشه و بچه تو هم نیست، پس بی جهت این همه سال مادرتو برای رفتن بیگم مقصر میدونستی؟ حتما یه چیزی بوده که رفته.